کامبک سیتیزن ها به جرارد منجر به از دست دادن شانس قهرمانی لیورپول شد. سلام به یوتیوب، خوش اومدید. خیلی سریع میریم سراغ بازی منچستر سیتی گواردیولا و آستون ویلای جرارد. اما قبلش اگه دوست دارین از همه نوع و سبک ویدیوهای ورزشی در هر رشته ای مطلع بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا هر وقت ویدیو جدید قرار دادیم بیاید و اونا ببینید. گواردیولا در هفته آخر لیگ جزیره فقط کافی بود بازی با آستون ویلایی که 11 سال پیش موفق به شکست تیم منچستر شده را ببره تا جشن قهرمانیشون را تو ورزشگاه خودشون بگیرن. از این رو محمد صلاح و سون هیونگمین به ترتیب با زدن یک گل و دو گل تو آخرین بازیشون آقای گل مشترک لیگ جزیره شدن و صلاح از اون طرف یعنی تو پاس گل ها هم موفق شده مقام اول رو کسب کنه و دو تای دیگه در پاس گل ها همون لیورپولیا هستن که پشت سر صلاح قرار دارن و دفاع چپ و راست لیور هستن، یعنی آرنولد و رابرتسون. و اینم بگم که آقای گل لیگ جزیره که همون سون و محمد صلاح شدن با 23 تا گل آقای گل شدن. بریم سراغ و فکر میکنم توی پاس گل ها هم محمد صلاح با 13 تا پاس گل آقای گل شده. و بریم سراغ خلاصه بازی. آقا خلاصه بازی از این قرار بود که آستون ویلا تا دقیقه 37 یه گل زد و بعدش گل دقیقه 69 که کوتینیو براشون زد کل خوشحال شدن و اینا، اما هوادارشون کمتر بود توی ورزشگاه خود سیتی از چیز و باعث شد که تشویق هواداره این بازی در واقع بازی ها برگردونه به نفع منچستر سیتی که گواردیولا و تمام هوادارات دقیقه 75 اصلا نمیتونستن هیچ حرف بزنن و کل ورزشگاه ساکت شده بود تا جایی که دقیقه 75 سانت دیبروینه یا فکر میکنم استرلینگ بود برای گندگان که سر زد و گل شد. اولین گلشون اینطوری به ثمر رسید و دومین گلشون هم رودری زد. خیلی این بازیکن تو این فصل رو پا بود و براشون چیزای خوبی به هر مقام آورده بود و لیورپول هم موفق نشد که جامشو کامل تر کنه. از اون طرف جام حذفی یا جام اتحادیه رو برده بود، هر دوتش هم چلسی رو باختونده بود، اما اینجا نتونست بر منچستر سیتی غلبه کنه و اول لیگ جزیره بشه. و بعد اون که بازی منچستر سیتی آستون ویلا 2-2 شد، منچستر سیتی بازم گل میخواست تا قهرمانی رو کسب کنه، با 93 امتیاز صدر جدول قرار بگیره و گل سوم ایلگای گوندوغان به ثمر رسون روی پاس گل کوین دی بروینه تا کامبک منچستر سیتی کامل بشه و سیتیزن ها قهرمان لیگ جزیره انگلیس بشه. بله، خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. این کارتون خیلی به ما انرژی میده برای ساخت ویدیوهای بهتر و با کیفیت تر. خدا نگهدار.